روز سهشنبه 14 ژانویه 2014 تلویزیون فارسی بی بی سی پنج ساله شد. تقریبا در تمام این پنج سال حکومت ایران با ارسال پارازیت بر روی امواج آن تلاش کرده امکان دریافت بی آن را برای مردم مشکل کند. با این حال ظاهرا این کانال توانسته جای خود را در خانه های مردم باز کند. بر اساس نظرسنجی که در سال 2012 صورت گرفت هر هفته نزدیک به 12 میلیون نفر یعنی در حدود 19 درصد کل جمعیت ایران برنامه این تلویزیون را میبینند مردم از این کانال استقبال کردند ولی آیا بی بی سی هم در مقابل توانسته نیازهای خبری و غیر خبری مخاطبان خود را برآورده کند صادق سبا رئیس بخش فارسی بی بی سی مهمان این برنامه است صادق برنامه به برنامه دیگر خوش آمدید خیلی ممنون بخش اعظم سوال هایی که امروز از شما می کنم هایی که بیننده ها در واقع تمام سوال ها سوال هایی که بیننده ها در فیسبوک بخش فارسی گذاشتن طبق درخواست ما ازشون کردیم در امروز اینجا هستی صادق که به سال بیننده ها در مورد برحله جواب خوشحال میشه منم هر جا لازم باشه دخالت های خودمون میکنم البته اولین سوال اینه که تکرار شده بارها از طرف بیننده ها اینه که اصولا چرا کانال تلویزیونی بی بی سی دایر شد ببین رادیوی فارسی بی بی سی که ما میدونیم حدود هفتاد سال پیش تاسیس شد وبسایت بی بی سی فارسی ده 12 سال پیش و جهان اصولا میرفت از به سمت تلویزیون طبیعی است که بی بی سی هم برنامه هایی که به زبان های خارجی داره اونا رو تلویزیونی بکنه قبل از بی بی سی فارسی بی, بی سی عربی تاسیس شد بعد بی بی سی فارسی پنج سال پیش بعد از اون زبانهای دیگر بی بی سی هم یک به یک شروع کردند که برنامه تلویزیونی داشته باشند از جمله برنامه اردو، پشتو و زبانهای دیگه برای این طبیعی است که در جهانی که تلویزیون داره میشه به اصطلاح منبع اصلی خبر برای اکثریت مردم جهان بی بی سی هم به سمت تلویزیون بره هیچ معنای خاصی نداره جز پیشرفت تکنولوژی همیشه داره تلویزیونی میشه بی, بی سی هم تصمیم گرفت تلویزیون این کنه. تصمیم خود بی بی سی بود که این رو دایر بکنه یا اینکه تصمیم وزارت خارجه بریتانیا بود. چون به هر حال بودجه این بخش رو وزارت خارجه میده. ببینید در مورد نیاز به اینکه بی بی سی میخواد مثلا به یه زبانی برنامه پخش کنه یا یک زبانی رو تلویزیونیش کنه، رادیویی بکنه، اینو معمولا خود بی بی سی تصمیم میگیره. ولی از اونجایی که بودجهش از دولت تامین میشه طبیعی که اونها هم میتونن موافقت بکنن یا مخالفت بکنن معمولا پیشنهاد از طرف بی بی سی میره و اونها یا تایید میکنن یا نمیکنن ها. یعنی وزارت خارجه بریتانیا اصولا هیچ نوع دخالتی دیگه نداره بر فقط دخالتش در این حده که بگه یا موافقم یا مخالفم طبق بودجهشو میدم یا نمیدم بله طبق موافقت نامه‌ای که در بریتانیا وجود داره بین بی بی سی و دولت بی از لحاظ ادیتوریال یعنی سیاست خبریش کاملا مستقل از دولت عمل میکنه ولی دولت میتونه تصمیم بگیره به یک زبانی برنامه باشه یا نباشه اینو دولت تصمیم میگیره برای اینکه بودجه میده ولی موقعی که تصمیم گرفته شد دیگه بقیهش با خود بی بی سیه که اون سرویس رو چطوری اداره بکنه که بی بی سی فارسی هم بخشی از 27 زبان دیگریه که الان BBC برنامه پخش میکنه و طبق یک منشور ما عمل میکنیم بی بی سی، انگلیسی فارسی روسی عربی همه طبق یک منشور عمل میکنیم یک سیاست ادیتوریال داریم و اون کاملا مستقله چرا باید وزارت خارجه بریتانیا بودجه کلون تقریبا چقدر بودجه بخش فارسی بوجه؟ بی بی سی فارسی تلویزیونش 15 میلیون بودجهش 15 میلیون چرا باید 15 میلیون در سال این رو بده برای دایر کردن یک کانال تلویزیونی که هیچ گونه کنترلی هم روش نداره یعنی بب... چه نفی میبره از این؟ ببینید البته من فکر کنم نگاه باید اینجا خیلی نگاه درازمدتی مدتی است و تاثیرات رسانه در دنیا است. ببینید بسیاری از نظرسنجی هایی که در دنیا در مورد بریتانیا انجام میگیره که مهمترین چیزی که از در بریتانیا وجود داره در مردم دنیا چیه؟ مثلا فوتبال پریمیر لیگشه که من تو هر دو طرفدارانش هستیم یا مثلا ملکه است یا نمیدونم ارتششه یا دانشگاه یا چیه اغلب اوقات بی بی سی همیشه در اون بالای بالا قرار میگیره یعنی بریتانیا چیزی رو به دنیا عرضه کرده که براش پرستیژ میاره بی بی سی هم همینه چرا شما سرمایه گذاری میکنید برای اینکه میخواهید چیزی با شما ارتباط پیدا بکنه در دنیا که برای شما اعتبار بیاره پرستیج بیاره شما میخواهید پروداکتی داشته باشید محصولی داشته باشید که برای شما اعتبار بیاره و بی بی سی فارسی و زبانهای دیگر بی بی سی برای این کشور اعتبار میاره و اونها اینو میدونن اعتبار که میاره بعد باعث میشه که سرمایه گذاری بیشتر باشه و مسائل دیگری که وجود داره کمک بکنه به صلح در جهان به دموکراسی در جهان همه اینها نقشیه که بی بی سی میتونه ایفا بکنه این با نام بریتانیا یکسان شده من فکر میکنم شما نمیتونید هیچ چیزی دیگری را در دنیا داشته باشید که با یک سرمایه گذاری اندک چون این اعتباری برای شما ایجاد بکنه حالا یک سال که این هم بارها تکرار شده اینه که چرا در آستانه انتخابات سال 88 بی تصمیم گرفت که کانال تلویزیونی دایر بکنه و بعدش هم به اون شکلی که به مسائل انتخابات رو پوشش داد اینها رو برای خیلی سال پیش اومده که نکنه از پیش یک برنامه طراحی شده بوده ببینم اینم از اون سوالاست من فکر کنم اگه در انتخابات پنج سال پیش شاعبه تقلب وجود نمی داشت و مثل ده های انتخابات دیگری که در جمهوری اسلامی برگزار شده بود و تا اون موقع هیچ مشکلی براش پیش نیومده نمیم، بود خب اینم یکی از اونها میشد و بی بی سی هم کسی اصلا این سوال براش مطرح نمیشد این یک اتفاق کاملا طبیعی است از دو سال پیش اتفاقا در بی بی سی در فکر تاسیس تلویزیون بودند پیش از انتخابات ریاست جمهوری و خبرنگارانی تربیت داشتن می شدن در این تشکیلات و اتفاقا شد که شش ماه قبل از تلویزیون انتخابات تلویزیون تحصیل شد میتونست قبل از هر چیزی دیگری در ایران باشه و بعد بگم به این دلیل بوده دلیل خاصی نداشته اگه اون انتخابات کسی اعتراض نمیکرد، کرد ما هم یه پوشش و معمولی میدادیم مثل انتخابات اخیر که در دوره آقای روحانی بود انتخاباتی برگزار شد ما هم گزارش کردیم و تموم شد رفت کاملا اتفاقی است صادق بود خودت شخصا مدت طولانیه که در بی بی سی هستی و در رادیو و الان شب که مدیر شبکه تلویزیونی و مجموعه بخش فارسی هستی آیا صادقانه هیچ موردی نبوده تا این مدت که دولت بریتانیا وزارت خارجه یا از کانال های دیگه اصولا دخالت بکنن در امور بی بی سی بگن چی چیزی رو یا احیانا سانسور باید بشه یا اینکه یه چیزی بیشتر مثلا تبلیغ بشه درش ببینید من حدود 24 سال بی بی سی کار میکنم تو هم همین حدود دیگه <تصفح> مدت بسیار طولانیه و حدود پنج سال خب مدیریت میکنم من با اطمینان میگم که در این مدت به هیچ وجه همچین چیزی نبود اصلا مکانیزمی وجود نداره در بی بی سی که کسی بیاد بگه که این کارو بکن یا اون کارو بکن ما همه طبق منشور بی بی سی عمل میکنیم و طبق سیاست ادیتوریال بی بی سی عمل میکنیم که یک چیز کاملا مکتوب و مشخص هست و همه کارمندان بی بی سی متعهد هستند که طبق اون منشور عمل بکنند من اینم اضافه بکنم کسانی مثل من که در اینجا کار میکنن یا تو یا حدود ما 150 نفر در بی بی سی فارسی همکار داریم و هزاران نفر در بخش دیگر بی بی سی کار میکنن همه کسانی هستند که به شغلشون افتخار میکنن و ژورنالیسم و حرفه خودشون میدونن و برای خودشون احترام قائلن ژورنالیسم اینه که شما واقعیتها رو بگید اون چیزی که اتفاق میفته و تعهد ما فقط به واقعیت هاست و نه چیز دیگری طبیعی است اگر یک روزی من یا همکاران دیگر من در بی بی سی فارسی یا هر جای دیگر بی بی سی کوچکترین احساسی بکنن که کسی میخواد در کارشون دخالت بکنه من فکر کنم کسی اینجا کار بکنه یا هیچ بخش دیگر بی بی سی برای اینکه ما آدمایی هستیم بسیار مغروریم و فکر میکنیم ما یک وظیفه ای داریم یک کاری انجام بدیم اگه یکی بیاد بگه نه این واقعیت رو تو نگو یا اونجا کمش کن یا اینجا زیاد بکن اینکه نشد و من فکر کنم اصلا ضرورتی هم برای این کار نیست زر... یعنی هیچ ضرورتی وجود نداره که یکی بیاد بگه این کارو بکن یا این کارو نکن اتفاقا بزرگترین مشکل ها رو بی, بی سی با دولت های داخل این کشور داشته در دوران آقای بلر بزرگترین شاید من بگم مشکلی بود که بی بی سی پیدا کرد و حتی منجر شد که به یک نفر از دانشمندان سلاح‌های شیمیایی اینجا خودشو بکشه و به این دلیل بود که بی بی سی مطالبی رو میگفت که دولت بلر خوشش نمی و ماجرا حالا من وارد جزئیاتش نمیشم یا در دوران خانم تاچر بی, بی سی بزرگترین مشکل با خانم تاچر داشت در جنگ مالویناس یا فورکلند برای اینکه اون موقع خانم تاچر میخواست بی بی سی بگه مثلا سربازان غیور بریتانیا زدن آرژانتین رو نابود کردن اینها به عنوان دو تا کشور که دارن با هم جنگ میکنن گزارش میکردند. و خانم تاچر اصلا خوشش نمیومد و خودش مجبور شد که در یک کشتی یک رادیوی پروپاگاندا یا تبلیغاتی درست بکنه یه موارد این بسیار زیاده این همیشه دولت‌های وقت با بی, بی سی مشکل داشتند. برای این طبیعی است که ما به استقلال خودمون افتخار میکنیم و بهش پایبند هستیم و کوچکترین دخالتی اگر از هر سوی در کار بی بی سی فارسی یا بخش های دیگر بی بی سی صورت بگیره کل بی بی سی در مقابلش وای میسته و من هیچ موردی را در مدتی که خودم اینجا بودم سراغ ندارم که کسی بخواد در همچین کاری رو انجام بده در امور داخلی خود بی بی سی چی؟ یعنی اه... چه دخالت های احیانا از طرف شخص خود به عنوان مدیر بخش و یا اون ادیتور یا سردبیران ارشد در امور کار روزانه جورنالیس ها میشه یا نمیشه چقدر مستقل مدیر بی بی سی مثل من فرض کنید در بخش فارسی من هم مدیر اداری هستم هم مدیر مالی هستم هم به قول انگلیسی یا ادیتور چیف هستم یعنی از لحاظ محتوایی هر چیزی که از بی بی سی پخش میشه نهایتا مسئولیتش با منه گرچه من خیلی اوقات خودم خبر ندارم چی پخش میشه بعدم میبینم ولی نهایتا مسئولیتش با منه البته این بستگی داره واقعا با آدم های مختلف در بی بی سی ما در بی بی سی فارسی از اونجایی که کسانی که اینجا ادیتورهای های مختلف هستند به نظر من کارشون رو بسیار خوب انجام میدن و انتخاب های خوبی هستن برای کارشون من اصلا نیازی نمیبینم که بیم به کسی بگم این کارو بکن یا اون کار رو بکن اگر هم یک روزی من در یک برنامه ای بخوام چیزی بگم باید بگم طبق این اساسنامه بی بی سی شما کارتون نادرسته مثلا شما اینجا بیطرفی رو را رعایت نکردید نمیتونم بیام به یک کارمند بی بی سی بگم که شما در این مورد از این به بعد بیشتر این کارو بکن کمتر اون کارو بکن میگه آقا برای چی میتونید در مقابل من وایسه مگر در مواردی باشه که من حس بکنم که در مجموع ما از حالت بیطرفی انصاف و دقت داریم خارج میشیم که بسیار 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 اندک بوده من واقعا یادم نمیاد در این پنج سال رفته باشم به کسی بگم که مثلا شما چرا این کاری میکنید همه کارشون خوب انجام میدن بی بی سی یک تشکیلاتی داره که از تهیه کننده ای که تازه پیوسته تا مدیر ارشد همه طبق چون یک سیاست مدونی وجود داره و یه آموزش مشخصی میبینن همه خودشون کارشون رو بلدند گاهی اوقات ممکنه البته شما در یه زمینه ای به یه سمت بری که خب همیشه اون در درون خود بی بی سی اصلاح میشه یعنی مثلا کسانی که فرض برنامه 60 دقیقه ما رو تهیه میکنن روز بعد هر روز در نیوزروم ما در اتاق خبر ما جلسه میذارن و در مورد اون برنامه با جزئیات وارد میشن که اگه کسی هم ایرایی داشته به اونجا مطرح میشه یعنی به شکل دموکراتیک و به شکل شفاف مسئله حل میشه هدف همه ما این هست که ادیتوریال پالیسی بی بی سی رو اجرا بکنیم و نه چیزی دیگری صحبت از بیطرفی کردین خیلی از بیننده ها یه مقداری بیطرفی ما رو زیر سوال بردن و بیشترشون نظرشون اینه که در برنامه هامون از کسانی که به عنوان شرکت میکنن در بحثای تحلیلی مون رو بیشتر ما از طرفداران اصلاح ها در ایران استفاده میکنیم از مثلا افراد سکولاری که اصولا دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستن خیلی کم استفاده میکنیم یا حتی از کسانی که از نظریات حکومتی دفاع میکنن کم استفاده میکنیم چرا اینطوره اینطور هستند قبول دارین که این طوره من باید. من خودم حس میکنم که این دیدگاه تا حدی درسته مشکل ما با حکومت ایران اینه که حکومت ایران علا رقمی که قبل از تحسیس تلویزیون فارسی تلاش های بسیار زیادی شد که دفتری در ایران تأسیس بشه من خودم همراه با مدیران ارشد بی بی سی با مقامات ایران صحبت کردم در دولت آقای احمدی نژاد ولی نهایتا اونها تصمیم گرفتند که به بی بی سی دفتر ندن و بعدش هم خب حالت خصومت گرفتن و با ما صحبت نمی کنن. و واقعا یکی از کمبودهای بزرگ در بی بی سی فارسی به نظر من اینه که ما نمیتونیم نظرات دولت ایران منعکس بکنیم ما طبق منشور بی بی سی موظفیم همه نظرات منعکس بکنیم خب اونا تصمیم گرفتن با ما صحبت نکنن ولی من میدونم شما و همکاران دیگر من سعی میکنیم به انواع و اقسام مختلف نظرات دولت ایران رو در برنامه ما داشته باشیم این از اونها در مورد نظرات دیگری که میگن ببینید در مورد حالا به اصطلاح میگن اصلاح طلبان یا شاید بتونیم میگیم کسانی که با اعتدال صحبت میکنن میانه هستن من فکر کنم نظر اونها در بی بی سی بیشتر هست یه مقدار زیادی که شاید من فکر میکنم تعدادشون بیشتره ما اغلب با دانشگاهی ها صحبت میکنیم که اغلب دانشگاهی ها اعتدال رعایت میکنن در صحبتشون توضیح میدن تا اینکه به اصطلاح موزه گیری بکنن یا با روزنامه نگاران صحبت میکنیم اونها هم همه رو میخوان واقعیت ها رو بگن بنابراین این تصور پیش میاد که ما فقط دنبال اصلاح طلبان میریم این همچین چیزی به نظر من ما دنبالشون نمیریم اکثریت کسانی که ما با اونا صحبت میکنیم چون با اعتدال و میان روی صحبت میکنن این تصور پیش میاد با وجود این همکاران من همیشه تلاش میکنن تو همین برنامه من دیدم خود شما بارها کسانی را آوردید که کلا همه چیز دفش میکنن نه در مورد فقط مسائلی که در ایران میگذره در افغانستان در سایر نقاط جهان کسانی اینجا بودن در مورد اسرائیل صحبت کردن که کل دولت اسرائیل رو نف میکنه اونها هم هستن ما اگه بیاییم فقط نظرات اونها رو منعکس بکنیم اون هم به نظر من باستا به واقعیت ها در جامعه ایران یا جوامع دیگه نخواهد بود البته یک سوالاتی هم داشتیم از طرف بعضی از بیننده ها که برعکس فکر میکنن که مثلا ما یه مقدار زیادی طرفدار جمهوری اسلامی هستیم و بیشتر مواضع اونها رو انکاس این مشکل بزرگ ماست من خودم بارها آه. مثلا آه. از میخوام بیام اداره میبینم اینجا کسانی دارن تظاهرات میکنن در جلوی بی, بی سی از گروه های مختلف و از سلطنه و غیره و همین اتحام ما میزنن که ما از آخونده داریم حمایت میکنیم سلطنه طلب معتقدن که بی بی سی اصلا آخونده را سر کار آورده و همچنان در از اونا حمایت میکنه بعضی از کانال هایی که در لس آنجلس هست دائما به این مسئله میپردازند من فکر کنم زیبایی کار بی بی سی واقعا همینه که کسی از ما زیاد راضی نیست برای اینکه ما کارمون درست انجام بدیم برای اینکه ما در بسیاری از ایرونی ها اعتقاد دارن که کار رسانه اینه که مثلا از این گروه دفاع بکنه از این نظر دفاع بکنه کاری که ما داریم میکنیم به نظر من یه انقلابی داریم ایجاد میکنیم در فرهنگ رسانه یه مردم و اون اینه که بیطرف باشی در سختترین شرایط حتی اگه از یه کسی خوشت هم نیاد از کارش خوشت نیاد نظراتش رو بگی و این بینندگان تصمیم بگیرند و این چیزیه که من فکر کنم با وجود اینکه ما پنج سالی از کانال ما میگذره هنوز احتیاج داریم با کار آموزشی بیشتر اینکه مثلا ما میاییم فرض میکن از عبدالمالک ریگی مثلا ما یه دفعه باهاش مصاحبه کردیم معناش نیست که ما از ریگی خوشمون میاد یا اینکه با نتن یاهو مصاحبه کردیم یا با کسانی دیگری که صحبت میکنیم معناش این نیست که ما خوشمون میاد معناش اینه که حرف اونها مهمه و نظرات اونها هم باید شنیده بشه یک سال دیگه ای که بکرات شده اه... که مسئله یه بیطرفی به نوعی ربط داره و اینه که ما عمدتا مسائل منفی جامعه ایران رو برجسته می کنیم و میگیم و دستاوردها و چیزهای مثبت ایران رو انکاس نمیدیم و این یک نوعی رعایت نکردن بیطرفیه ببینید من فکر کنم اصولا رسانه ها و اخبار منفی بیشتر به اخبار مثبت علاقمند هستند نه فقط بی, بی سی نیست شما اگه تلویزیون جمهوری اسلامی رو هم نگاه کنید فکر میکنید مثلا در بریتانیا همه گرسنن همه بیکارن همه اینجا دارن رابطه جنسی غیر مشروع دارن و همه دارن کارهای عجیب غریب میکنن در این کشور و اصلا نه اینکه اینجا مثلا دانشگاه کمبریجی هست رسانه هایی هست و غیره هست در بریتانیا هم مثلا شما فرض بکنید اگر در شهر لندن 100 تا بیمارستان باشه که همه دارن کارشون خوب انجام میدن در یک بیمارستان اگه مشکل پیش بیاد یه بیماری اونجا بمیره اون میشه خبر اینی که هر روز یه کسایی دارن میرن کارشون رو انجام میدن و حالت طبیعی وجود داره که اون به اصطلاح خبر نیست اون کار رسانه های ایدئولوژیکه کار مثلا رسانه های دوران شوروی بود که دائما میگفتن امروز مثلا در جمهوری آذربایجان یک هندوانه مثلا سی کیلویی مثلا تولید شده چیزای مثبت رو فقط بگن و اصلا گویا هیچ خبری دیگری در اون کشورها وجود نداره رسانه ها معمولا به خبرهایی که تاثیر میذاره رو زندگی مردم مندن ولی خب اگر در ایران فرض کنید در مورد نقض حقوق بشر اگر نقض حقوق بشر صورت نمیگیره خب خبری نداریم بگیم نمیگیم لازم نیست دیگه هر روز بیایم بگیم حالا داره رعایت خوب میشه بشر خوبه خوبه <applause> برای اینکه خب داره چیزی طبیعی صورت میگیره موقعی خبر میشه که شما یه آدمی رو به دلایلی که فکر میکنید مهمه بازداشت میکنید و اون اعتراض داره خب اونا رو منعکس میکنید خب حالا در مورد بریتانیا شما صحبت از اون بیمارستان کردین مثال زدین حالا سوال های دیگه هم شده اینی که در مورد خود بریتانیا خبرها خیلی کم پخش میشه همیشه انگوش میذارین تمرکز میکنین روی مسائل جاهای دیگه کشورهای دیگه و به خصوص ایران ولی از خود بریتانیا به جز خبرهای خوب مثل مثلا یا خیلی پوشش خیلی وسیع مثل تشی جنازه خانم تاچر یا ازدواج شاهزاده یا اینجور چیزها فقط پخش میکنین و مسئله دیگه بریتانیا رو مطرح نمیکنین و استنباط بعضی اینه که علت اینکه که این کار رو نمیکنیم اینه که ما به اینجا نیستیم که از دولت بریتانیا انتقاد بکنیم ببینید بی بی سی فارسی اینجا وجود نداره که بیاد اخبار بریتانیا رو به بینندگان بگه بی بی سی فارسی در درجه اول اخبار کشورهای فارسی زبان رو دنبال میکنه یعنی ایران، افغانستان و تاجیکستان در ضمن این بخش فارسی بی بی سیه، نه بخش ایرانه چون اینم شاید بعضی از بینندگان مثلا اعتراض داشته باشند که ما به مسائل افغانستان غیر میپرد اتفاقا سوال هست در این مورد خب برای ببند <تصفح> آره. ب... ما بیشتر طبیعی است که اگر اتفاقای مهمی مثلا تو ایران افغانستان بیفته ما با اونها شروع میکنیم مگر اینکه اتفاقای جهان شمول باشه که طبیعتا با اون. اونها هم میپردازیم خبرهامون در خبرهامون ولی در مورد بریتانیا ما بریتانیان برای ما مثل ایران مثل افغانستان مثل آمریکا مثل اسرائیل مثل تاجیکستان مثل کشورهای دیگه است. هیچ فرقی نمی کنه اینجا هم ما خبرهایی رو منعکس میکنیم که واقعا مهم باشه بسیاری از خبرهای ما اینجا پخش کردیم که ایرونیا تعجب میکردن مثلا دولت یا که چطوری آقا این بی بی سی داره مثلا در مورد خود این کشوری هم که ازش برنامه پخش میشه همچین چیزی رو مثلا مطرح میکنه مثلا فرض بکنی یه داکیومنتری فیلم مستندی از بی بی سی ما پخش کردیم در مورد اینکه بود چگونه دولت بریتانیا و نهادهای امنیتی این کشور کمک میکردن به دولت قذافی برای سرکوب مخالفان ما اینو راحتی پخش کردیم مثلا در زمان خانم تاچر حرف زدن رهبران آیارای یا ارتش جمهوری خواهی ایلند رو ممنوع کرده بود بی بی سی صدای اینا رو پخش میکرد تصویرش رو پخش میکرد با صدای یه نفر دیگه این کار دائما در بی بی سی انجام میگیره برای ما بی, بی سی بریتانیا با ایران با کشورهای دیگه هیچ فرقی نمیکنه اگر میبینیم ما خبراش کمتره برای اینکه بسیاری از بینندگان ما انتظار دارن که ما خبرهای کشور خودشون رو منعکس بکنیم البته اینم بر بسیار از سال هم این بوده که شما به مسائل دنیا برای ما مهم نیست که مثلا در مصر چه میگذره یا در مثلا جای دیگه چه حتی در مورد ایرانی هایی صحبت کردن که در مورد مسائل افغانستان و تاجیکستان هم ما برای ما زیاد جذاب نیست به مسائل ایران بپردازین که برای ما مهمه البته در مقابل هم کسانی گفتن که این رو منحصر کردیم به بی, بی بی سی برای ایران در مورد افغانستان و تاجیکستان به ندرت خیلی کم مسائل رو مطرح میکنه یا در مقایسه با مسائل ایران حداقل کمتره هر دوی این سال هم شده شد اینی که شما میگی اینم درسته واسه ایرونی ها از ما ایراد میگیرن چرا اینقدر به مسائل افغانستان میپردازید یا من هر وقت میرم افغانستان همیشه میگن که آقا این کانال فارسیه کانال ایرانه ما اونجا توضیح میدیم که ایران فارسی زبان هست اگه بیشتر ایران هست به این دلیل که ایران بیش از هفتاد میلیون جمعیت داره کشور بزرگ فارسی زبان کشوریه که به خاطر برنامه های هسته ایش با دنیا درگیره در داخل کشور همیشه اینو تلاطم بوده درگیری قدرت بوده بین جناهای های مختلف و اتفاقاتش مهمه بنابراین خب بیشتر انعکاس داره در خود افغانستان هم من برای ایرونیا عرض می کنم. افغانستان به حال سی چل سال جنگ داخلی اونجا وجود داره هنوز قدرت به اون معنا اونجا که همه جای کشور در اختیار دولت باشه به با وجود نیومده همچنان طالبان وجود دارن خب طبیعی است که اون کشور همسایه ایران هم هست طبیعیه که ما اون حرم منعکس بکنیم حالا تاجیک تاجیک ها هم اعتراض میکنن و من, من به میگم خب شما در کشورتون خبر کمه شاید و با توجه به اینکه اصولا ما با اخبار منفی علاقه مندیم زیاد نگران نباشید که اگه تاجیکستان وجود نداره در برنامه های ما زیاد ما میدونیم که بسیاری از همکاران ما خانواده همکاران ما در ایران زیر فشار خیلی زیادی بودن تا این مدت تهدید شدن بارها و سال اینه که آیا این تهدید هایی که میشه به اضافه پارازیتی هم که مدام هست که من در مقدمه هم گفتم آیا تأثیری به اصطلاح موزه مخالف گرفتن نسبت به جمهوری اسلامی یا برعکس یه مقداری شل کردن نوع پوشش ما از مسائل ایران داشته یا نداشته ببینید کارهایی رو که در مورد خانواده های همکاران ما در ایران میکردن و تا حدی هم همشنان می کنند. واقعا از نظر دنیا و هیچ کسی نمیتونه رو قابل قبول بدونه یه چیزی که واقعا بی بی سی بارها محکوم کرده و قابل قبول نیست ولی همیشه من به همکارانم تاکید کردم که اینجور چیزها نباید هیچ تأثیری در کار ما داشته باشه و همکاران ما بسیار واقعا انسانهای حرفه‌ای و دقیق هستند و نمیذارند این نوع کارهایی که در مورد خانواده هاشون صورت بگیره روی کارشون روی تصمیم گیریشون تاثیر بذاره مثلا در ایام انتخابات در روزهای منتهی به انتخابات اخیر واقعا حدود سی نفر از همکاران خانواده هاشون تحت فشار بودن حتی ادیتور برنامه انتخابات ما تحت فشار بود ولی هیچ کدوم از اینها تأثیری در کار ما نذاشت بچه های ما بسیار حرفه‌ای هستن ما فکر میکنیم اینها یه فازیه میگذره و ما بهتر آرامش خودمون رو حفظ بکنیم کارمون رو درست انجام بدیم و روسیاهی میمونه در واقع نهایتاً برای کسانی که به این کارا دست میزنن و اون کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که تحت تاثیر قرار نگیریم کاملا بیطرف باشیم کاملا باز هم انصاف رعایت بکنیم حتی در مورد کسانی که این کارا رو انجام میدن و من امیدوارم حالا که دولت تدبیر و امید اومده سر کار آقای روحانی و حاکمیت جمهوری اسلامی واقعا به این گونه اقدامات پایان بدن و رسانه های خارجی رو اگه میتونن باش رقابت بکنن تا اینکه بخوان اینطوری تخریب بکنن یا مطالب به اصطلاح کثیف در مورد همکاران ما مثلا در رسانه های ایران بنویسن بیان رقابت بکنن اونها هم برنامه های خبری بهتر بذارن که شاید واقعا یه روزی اصلا چیزی به نام بی بی سی فارسی دیگه لازم نباشه اگه واقعا مردم ایران دسترسی داشته باشن به رسانه‌های آزاد نظراتشون منعکس بکنه شاید یه روزی من و تو هم دیگه لازم نباشه همچین در اینجا کار, کار کنیم شاید در ایران کار کنیم یا شاید در اصلا یه کار دیگه ای انجام بدیم صادق خیلی متشکرم شرکت در, در برنامه به دیگه ممنون